به شما دوستای خوبم. وقتتون بخیر. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدین. امروز قصد دارم 6 نکته رو در رابطه با مثانه و ادرار رو برای شما توضیح بدم که مطمئناً تا به حال از اونها آگاهی نداشتید. مورد اول، ادرار شما نمایانگر همان چیزی است که می‌خورید. ادرار انسان معمولا نشان دهنده یه چیزی است که فرد در حدود 12 ساعت گذشته خورده است. البته مشخص است که بقیه همبرگر یا پیتزایی که خورده اید منظور ما نیست، بلکه منظور ما بو و رنگ ادرار است که بر اساس چیزی که در ساعت‌های گذشته خورده اید متفاوت خواهد بود. برای مثال، مارچوبه باعث می‌شود که ادرار شما بوی تند و ناخوشایندی داشته باشد و می‌تواند رنگ آن را به سبز متمایل کند. هویج نیز به همین ترتیب می‌تواند رنگ ادرار شما را به سمت نارنجی متمایل کرده و ریواس رنگ ادرار را به قهوه‌ای خواهد برد. از این رو قبل از اینکه از رنگ ادرار خود دچار حیرت شوید، به این فکر کنید که در 12 ساعت گذشته چه چیزی خورده اید. مورد دوم، ادرار اسریل نیست. بسیاری در طول تاریخ بر این باور بودند که ادرار اسریل و تمیز است، اما مطالعات اخیر مشخص کرده که این موضوع واقعیت ندارد و ادرار میتواند حاوی ترکیبات بیماریزا مانند عوامل عفونی باشد. معمولا در مثانه باکتری هایی وجود دارند که باعث میشوند ادرار شما تمیز و اسریل نباشد. حتی در روزگاری افراد بر این باور بودند که ادرار آنقدر تمیز است که میتوان آن را نوشید، اما این موضوع کاملا غیر بهداشتی است. در گذشته گفته میشد در صورتی که در بیابان گیر افتادید و دسترسی به هیچ منبعی برای تامین رطوبت بدن و رفع آتش خود نداشتید، می توانید از ادرار خود استفاده کنید. اما باید بدانید که بخش زیادی از ادرار را ترکیبات نمکی تشکیل می دهند که بیش از پیش شما را تشنه کرده و باعث از بین رفتن آب بدن خواهد شد. همچنین باکتری هایی که در ادرار وجود دارند شرایطی را برای شما در چنین مواقعی بدتر خواهند کرد. مورد سوم، مردان و زنان مثانه های کاملا متفاوتی دارند. هم مردان و هم زنان مجرای ادراری را دارند که ادرار را از مثانه به بیرون از بدن منتقل می کنند و تنها تفاوت در سایز آن است. مجرای ادرار یک مرد بین 17 تا 20 سانتی متر و قبل از خارج شدن از بدن از غده پروستات و آلت تناسلی عبور می کند. مجرای ادرار در زنان تنها حدود 4 سانتی متر طول دارد و در دیواره آلت تناسلی آنها قرار گرفته است. از آنجایی که زنان مجرای ادرار بسیار کوتاه‌تری دارند، در برخی از موارد هنگام سرفه کردن، خندیدن، عطسه کردن و یا تکانهای شدید دچار ریزش ادرار ناخواسته می شوند. مورد چهارم، مثانه کوچک وجود خارجی ندارد. اگر کسی میگوید به این دلیل که مثانه کوچکی دارد بیش از دیگران ادرار میکند، این موضوع صحت ندارد. اندازه مثانه در افراد مختلف تفاوت چندانی ندارد و روش کار مثانه در میزان ادرار کردن شما مؤثر است و نه سایز آن. در واقع چیزی که در مورد مثانه ها متفاوت است میزان توانایی نگهداری ادرار و مدت زمانی است که میتوانید تا ادرار کردن صبر کنید. بسیاری از افراد بسیار زودتر از دیگران احساس پر شدن مثانه میکنند. به همین دلیل است که برخی فکر میکنند که مثانه کوچکتری دارد. مورد پنجم، ادرار عمدتاً از آب تشکیل شده، اما بیش از 3000 ترکیب دیگر نیز در آن یافت می شود. بیش از 95% حجم ادرار را آب و 4% نیز اوره تشکیل می دهد. اوره در اثر هضم پروتئین در بدن تولید می شود. در ادامه نیز سدیم، کراتین، پتاسیم و کلوراید نیز به آن اضافه خواهد شد. همچنین ترکیبات متعدد دیگری در مقادیر بسیار کم در ادرار یافت می شود. در واقع سم و مواد زائد زیادی در بدن وجود دارند که از طریق ادرار از بدن خارج می شود. و اما مورد آخر، خجالتی بودن مثانه واقعی است. بسیاری از افراد هنگامی که در کنار دیگران هستند و ادرار می کنند خجالت زده می شوند. در چنین مواردی مدت زمان بیشتری طول می کشد که مثانه ریلکس شده و اجازه خروج ادرار را بدهد. در برخی موارد نیز در چنین شرایطی ادرار کردن در حضور دیگران بسیار سخت و حتی عملی غیر ممکن است. این موضوع می تواند نشان دهنده که اختلالات روانی مانند استرس و اضطراب باشد.
ممنونم از این که ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک کنید و اگر ما رو تا حالا دنبال نکردید با زدن دکمه سابسکرایب از این به بعد ما رو دنبال کنید.